برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. انتشار ویدیویی در صفحات اجتماعی از نماز خواندن چند مسلمان در مرکز خرید لولو در شهر لکنو در کشور هند تنها دو روز پس از افتتاح این مرکز خرید در دهم جولای جنجال آفرین و بحث برانگیز شد. نماز خواندن مسلمانان در فضای مقابل این مرکز خرید که 80% کارکنان آن مسلمان هستند، اعتراض هندوهای راستگرا و تندرو را برانگیخته، به طوری که آخیل بهارتیا از هندوهای سرشناس خواستار برخورد دولت با این مسلمانان شد. جمعی از خادمان حسینی کشور کویت متشکل از اعضای حسینی الجوادین علیهما السلام و حسینی آشور طی سفر به شهر مقدس کاظمین در حسینی بزرگ قصر زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر حضرت آیت الله العظما حسینی شیرازی دام الظلو در این شهر حضور یافتند. نصیر شهمانی مدیر حسینی قصر زهرا سلام الله علیها ضمن استقبال از میهمانان با آنان به گفتگو نشست و دو طرف در مورد فعالیت‌های حسینی در ماه‌های محرم و صفر گفتگو و تبادل نظر کردند. پلیس شهر مقدس کربلا در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام از نصب بیش از 1000 دوربین هوشمند اضافی در ورودی‌ها و خروجی‌ها و نقاط مختلف این شهر مقدس به ویژه اطراف حرم‌های مطهر برای تأمین امنیت زائران خبر داد. پلیس شهر مقدس کربلا در بیانیه تأکید کرد به منظور تحکیم امنیت استان و تأمین بیش از پیش امنیت زائران عتبات عالیات در شهر مقدس کربلا، پلیس این استان دوربین‌های پیشرفته‌ای را نصب کرده است. دارالفتوای مصر به سؤال حجاج بیت الله الحرام مبنی بر حکم زیارت قبرستان بقی بعد از ادای مناسک حج پاسخ داد و در فتوایی گفت فقها اجماع دارند که زیارت قبور اهل بیت بزرگوار علیهم السلام بعد از ادای مناسک حج مستحب است. دارالفتوا به سخن ابن مودود موسلی حنفی اشاره کرد که میگوید مستحب است حاجی بعد از زیارت حرم رسول الله صلی الله علیه و آله به قبرستان بقی برود و قبور حضرت حمزه سید الشهدا، امام حسن ابن علی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیه السلام و قبر ابراهیم فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را زیارت کند. وبسایت نونوئو که در زمینه بررسی شاخص کیفیت زندگی در جهان فعالیت می کند اعلام کرد که ایران از نظر کیفیت زندگی در میان 87 کشور که داده های آنها در این وبسایت مورد بررسی قرار گرفته رتبه 86 و یکی مانده به آخر را به خود اختصاص داده شده است. شاخص کیفیت زندگی Quality of Life برآوردی از کیفیت کلی زندگی با استفاده از یک فرمول تجربی است که شاخص قدرت خرید، آلودگی، نسبت قیمت مسکن به درآمد، هزینه زندگی، ایمنی، زمان رفت و آمد ترافیک، مراقبت‌های بهداشتی و شاخص آب و هوا را در نظر می‌گیرد. بیل گیتس از بنیانگذاران مایکروسافت بار دیگر متعهد شده که ثروت خود را ببخشد و نامش از فهرست ثروتمندان جهان خارج شود. وی که چهارمین مرد ثروتمند در جهان است، اعلام کرده که 20 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را به صندوق خیریه اهدا خواهد کرد. همزمان با ایام با سعادت ولادت امام علی نقی علیه السلام، مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری کمیته سیدالشهدا علیه السلام برای بیش از 200 یتیم تحت پوشش دارالایتام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لباس توزیع کرد.
این توزیع در تاریخ 24 تیر ماه 1401 انجام شد. دارالایتام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیش از 1000 یتیم را تحت پوشش قرار می‌دهد.